در ادامه آموزشامون بریم تو این قسمت تنظیم فاصله بین خطوط رو با هم دیگه کار بکنیم و با من همراه باشید. توی بعضی از پایان‌نامه‌ها گفته میشه که باید 25 تا صد توی یک صفحه قرار گرفته باشه. توی راهنمای تدوین پایان‌نامه از ما خواسته شده با فونت بی نازنین و سایز 14 و یه تعداد مشخصی هم سطر در یک صفحه مترمون رو تنظیم کنیم. برای شمارش تعداد سطرها کافیه به تب لی‌آوت بریم. میتونم هم اینجا هم سطرهامو شمارش کنم، اما واقعا کار وقتگیری است. این کار وارد تب لی‌آوت میشم، توی قسمت لاین نامبر تیک گزینه ریستارت ایچ پیج رو میزنم. با این کار تمام سطرهای من شماره میگیرن، اما اینجا یک مشکل هست، اونم این که سیکشن دایرکشنمون لفت تو رایت هست و اون رو باید روی رایت تو لفت بذاریم تا شمارش سطرهای ما از راست به چپ تنظیم بشن. به این صورت الان دیگه راحت میدونم توی این صفحه چند تا سطر قرار گرفته. توی صفحه بعد همینطور، توی صفحه بعد و همینطور الی آخر. من اگه فاصله بین خطوط رو کم بکنم قطعا تو این صفحه تعداد سطرهای بیشتری قرار میگیرن. برای این کار کافیه که توی محیط ورد ابتدا نوشته هامون رو لاک بزنیم. به این صورت من کاری به اون قسمت ندارم، این قسمت رو لاک میزنم و به تب هوم برید و قسمت پاراگراف اینجا گوشه کادر پاراگراف کلیک کنید یا از قسمت خطکش دابل کلیک کنید تا به این پیج ستاپ منتقل بشید. با کم کردن فاصله بین خطوط تعداد سطرهای بیشتری رو میتونیم توی صفحه داشته باشیم. برای این کار کافیه که توی محیط ورد متنای خودمون رو لاک بزنیم و از تب هوم در قسمت پاراگراف با کلیک به روی این فلش کناری به پاراگراف ستینگ منتقل بشیم. حالا در قسمت اسپیسینگ نوار لاین اسپیسینگ رو باز میکنم و اون رو روی سینگل قرار میدم. همونطور که توی این قسمت ریویو مشاهده میکنید فاصله بین خطوط کمتر شده. اوکی میکنم ببینم نتیجه کار چی میشه. فاصله بین خطوط کمتر شدن. حالا اگه من متنهای بالا رو هم به همین صورت در بیارم احتمالاً تعداد سطرهای بیشتری رو خواهیم داشت. از همون مسیر سینگل و اوکی. تمام متن این صفحه و یه قسمتی هم از صفحه بعد تا انتهای صفحه بعد لاک میزنم و همون مراحل قبل رو طی میکنم، یعنی به تب هوم میرم، قسمت پاراگراف و این فلش کوچیکه، لاین اسپیسینگ و روی سینگل. اوکی میزنم. ببینید تعداد سطرهای ما تغییر میکنن با این کار. توی صفحه اول 31 سطر داریم، توی صفحه دوم 28 تا، توی صفحه سوم که کار نداشتیم و الی آخر. کلیدای میانبر هم میتونیم استفاده کنیم. کلیدای ترکیبی کنترل 1. کلیدای ترکیبی کنترل 1 فاصله بین خطوط رو برای ما 1 سانتی میکنن. بذارید من توی این صفحه انجام بدم. کنترل 1. ببینید فاصله بین خطوط 1 سانتی شده و میتونیم تغییرات رو حتی بررسی کنیم. از همین قسمت توی لاین اسپیسینگ به روی سینگل تنظیم شده. خب حالا برای این قسمت میخوایم فاصله بین خطوط ما 1.5 سانتی متری بشه. برای منظور کنترل و عدد 5. ببینید فاصله تغییر کرد و بازم برای بررسی بیشتر میتونید از همون مسیر به این قسمت بیان و توی لاین اسپیسینگ این قسمت رو ببینید. اما اینجا روی اینچ تنظیم شده. حالا میخوام یه قسمت دیگه از متنم رو با استفاده از کلید ترکیبی کنترل 2 تنظیم کنم. ببینید توی این قسمت فاصله بین خطوط ما 2 سانتی شدن و بازم میتونیم از مسیر قبلی این مورد رو چک کنیم. اگه سایزی هم به دلخواه خودتون خواستید وارد کنید کافیه که باز هم یه قسمت رو لایک بزنید، به قسمت پاراگراف مراجعه کنید و توی قسمت لاین اسپیسینگ روی مالتیپل قرار بدید و توی این قسمت مقدار دلخواه خودتون رو وارد کنید. مثلا روی همین 1 تنظیمش میکنم و اوکی رو میزنم. ببینید متن من به این صورت تنظیم شد. من میخوام فاصله رو از این کمتر کنم. بازم به همین قسمت میام، مالتیپل و فاصله رو کمتر میکنم، مثلا 8 دهم. اوکی رو میزنم. خب ببینید
الان فاصله ما کمتر شد و فکر میکنم یه سطر هم اضاف شد. یه لحظه اجازه بدید. نه، سطر اضاف نشد. از همون مسیر باز مراجعه میکنیم، مراحل رو میریم، روی 18 یه خورده کمتر، 15 میذارم. خب ببینید، یه سری از قسمت های متن تو رفتگی دارن، مثلا کلمه کارایی تو رفتگی داره، روی هم افتادن نوشته، درست نیست توی فاصله خطوط کلمات یا حروف روی هم قرار بگیرن و ما باید یه خورده فاصله رو بیشتر کنیم. فکر میکنم روی همون 18 خوب. ببینید، روی این گیرهای خطکش اگه کلیک کنم و اونها رو به چپ یا راست بکشم، متن من به سمت داخل یا بیرون کشیده میشه و همونطور که میبینید یه قسمت از متن من جلوتر از این قسمت هست، یعنی تو رفتگی داره. برای این کار کافیه یه قسمت از متن لاک زده بشه و در قسمت پاراگراف و با استفاده از گیرهای خطکش اون رو به سمت چپ یا راست بکشیم. اینجا تنظیمش میکنم. برای اینکه دقیق تر متنمون رو به سمت چپ یا راست بکشیم، کافیه که به تب هوم بریم، قسمت پاراگراف، همون فلش، و توی قسمت ایندنتیشن، قسمت اسپشیال و قسمت بیفور تکس و افتر تکس، من این دوتا قسمت رو میتونم روی 2 سانتیمه تنظیم کنم. و همونطور که توی قسمت ریویو هم میبینید، یه قسمت از متن من به طرف داخل کشیده شده. من میخوام اینها رو بیشتر کنم. من این دوتا قسمت رو روی 6 سانتیمتر و 1.8 سانتیمتر طبق مشخصه که توی قسمت ریویو میبینم تنظیم کردم و اوکی رو میزنم. همونطور که میبینید متن من بین این دوتا قسمت قرار گرفت و میدونم الان دقیق متن من تنظیم شده و استفاده از این روش میتونه بهتر جواب بده. اما خب استفاده از گیره هم کار شما رو راحت میکنه. من میخوام این قسمت از متن رو یه بار دیگه به یه سمت بکشم و برای این کار همونطور که گفته شد کافیه که اون قسمت از متن لاک زده بشه و ابتدا سایز اون، فونت اون، من فونتش رو روی بی زر قرار میدم، فاصله بین خطوط، مثلا فاصله رو روی 18 میذارم، در قسمت ایندنتیشن بیفور تکس رو روی 6 سانتیمتر قرار میدم و اوکی رو میزنم. همونطور که میبینید متن من به سمت چپ کشیده شد و با گیرم میتونیم این کار رو انجام بدیم دیگه. اما چیزی که خیلی مهم هست، دقت کنید گیره پایین رو بگیرید و بکشید. چرا؟ چون گیره بالا یه سطر رو جا میذاره. مثلا توی پایان‌نامه ها گفته میشه سطر اول هر پاراگراف مثلا 1 سانتی‌متر رو به داخل رفته باشه. خب برای این کار ابتدا مکان‌نما رو توی اون قسمت قرار میدم، گیره بالایی رو میگیرم و 1 سانتی‌متر سمت داخل میکشم. همونطور که مشاهده میکنید سطر اول رو به داخل میره و ما میتونیم سطر اول رو یا قسمت‌های دیگه از متن رو رو به بیرون هم بکشیم به این صورت. فقط دقت کنید که گیره بالایی رو باید بگیرید و بکشید، گیره پایین همه رو با هم میاره. اجازه بدید عددهای سطرها رو خاموش کنم و برشون دارم توی قسمت لی‌آوت لاین نمبر و توی این قسمت که رستارت اچ پیج بوده روی نان قرارش میدم. برای ما فارسی زبان‌ها معمولا نوشته رو به داخل میره. حالا اگه بخوایم این رو دقیق تنظیم کنیم، باید از قسمت تب هوم، قسمت پاراگراف و قسمت اسپشیال. اگه این قسمت روی حالت نان قرار گرفته باشه، یعنی هیچی، یعنی تغییری نداریم. اما اگه روی حالت فرست لاین باشه و بهش مقدار بدم، اگه اوکی کنم، متن من 1 سانتی‌متر، دقیقاً 1 سانتی‌متر رو به داخل کشیده میشه. و اگه گزینه هنگینگ رو انتخاب کنم و روی 1 سانتی‌متر باشه، متن من 1 سانتی‌متر رو به بیرون کشیده میشه به این صورت. تمام مراحل تغییرات توی این قسمت ریویو قابل مشاهده هست و در حین انجام تغییرات شما میتونید توی قسمت ریویو تغییرات رو مشاهده کنید. برای دسترسی به همین تغییرات هم همونطور که گفته شد میتونیم روی این گیرا دابل کلیک کنیم و به همین تنظیمات پاراگراف منتقل بشیم.